جارد لیتو هنرپیشه آمریکایی و کارل لاگرفلد مدیر هنری شانل همراه دیگر افراد مشهور به این باشگاه تنیس در غرب پاریس آمده بودند تا در نمایش مجموعه مردانه کریستیان دیور حضور یابند. من همیشه میخواستم لباس اسپورت طراحی کنم ولی روش درستش را پیدا نکرده بودم. اکنون با یونیفرم ها و این کت های نظامی که برش های بسیار دقیق دارد بالاخره به نتیجه رسیدم و توانستم از مهارت هایم در خیاطی استفاده کنم. اسم این نمایش خودم سرباز هستم است و مجموعه ایست از کت های غیر رسمی با یقه های باریک، پیراهن های سربازی تغییر داده شده، ژاکت های بلند شکار و دورو که زیپشان در پشت است. از انواع جنس ها مانند کشمیر و حریر استفاده شده و رنگ اصلی سبز سربازی در انواع طیف های آن است. ریکاردو تیشی هفتمین مجموعه لباس مردانه‌اش را برای جیوانشی در محل تاریخی هتل دزنولید در پاریس به نمایش گذاشت. تیشی نمادهای آمریکایی را با سمبل‌های اساطیری مردانه ترکیب کرده است. میتوان به ستاره‌های گرافیکی بر روی بلوزهای مشکی و قرمز، دامن‌های مشکی بر روی لگینگ‌های چرمی و جلیقه قهوه‌ای پولک دوزی شده اشاره کرد. کنزو مجموعه‌اش را در یک پناهگاه سال 1910 که اکنون تعمیرگاه واگن‌های مترو در پاریس است برگزار کرد. این اولین مجموعه دو طراح جدید کنزو، اومبرتو لئون و کارول لیم است. آنها یک مجموعه جوان شامل لباس‌های اسپورت راحت و شیک طراحی کردند که هم می‌توان در زندگی روزمره پوشید و هم در مراسم افتتاحیه یک گالری آن را به تن کرد. دامیر دوما طراح جوان اهل کرواسی که اکنون در پاریس زندگی می کند در محله مشهور در پاریس مجموعه‌اش را که به روحیه بیقرار کوچنشین معاصر اختصاص داده شده است را ارائه کرد. درباره قوم‌های مختلف است، درباره فرهنگ‌های مختلف و درباره سفر است. این مجموعه شامل کت‌هایی است که بر روی کمر با کمرمند بسته می شود، همچنین پانچوها و چکمه‌های چروک شده ایده‌آل برای سوار شدن بر روی شتر یا قطار اوریانت اکسپرس است.